بازم سلام، یه بار دیگه سلام. خسته شدیم من. سلام احمد پرسی که احسان طاهری هم دوره هنر رزین تحت اسپانسرینگ پرندپوکسی. این درسمون برمیگرده به زرد شدن رزین و جلوگیری از زرد شدن، علالش و جلوگیری ازش. به علالش خیلی کاری نداریم، فقط در همین حد بدونید که رزین اپوکسی، چه اپوکسی چه هاردنر، زمانی که تولید میشن تقریبا بیرنگن. بعضی رزین اپوکسی ها هستن، مثلا ما اپوکسی تولید ایران رو داریم، 06 خوزستان، که یکم زردی رو از اول داره، هرچی هم که میگذره از تاریخ تولیدش زردتر و زردتر میشه. این در حالیه که رزین اپوکسی های مثلا تولید کشورهای کره، چین و حالا جاهای دیگه این زردیه رو ندارن یا کمتر دارن، ولی بازم بعد از گذشته یه مدت زمانی شروع میکنن به زرد شدن. حالا بسته به نوع رزین، بسته به نوع فرمولش، ممکنه زردیشون خیلی زیاد باشه، ممکنه زردیشون خیلی کم باشه، اما در نهایت همین زردیه هست، چه هاردنر اپوکسی چه خود اپوکسی. حالا این زرد شدن اتفاق میفته عموما 6 ماه تا 1 سال اگر بگذره از تولید رزینتون، زردیه به اوج خودش میرسه و بعضی جاها دیدیم خیلی زیاد میشه این زردی، بعضی جاها اونقدی هم زیاد نخواهد شد. تفاوتی نمیکنه. اول این رو تو بگم، اگه من رزین اپوکسی رو با هم ترکیب بکنم، در واقع اپوکسی و هاردنر رو با هم ترکیب بکنم و بذارم بمونه، طبق صحبت‌های قبلیمون زرد خواهد شد، و اگر توی یه بسته‌بندی هم نگه دارم بازم زرد خواهد شد. پس این که بگیم یه رزین اپوکسی داریم که کاملا بیرنگه و چون باهاش کار کردیم زمانی که بیرنگ بوده دیگه قرار نیست زرد بشه، نه همچین چیزی نیست. این رزین ما متاسفانه زرد نیست که من بتونم بهتون یه سری چیزا رو بگم. کلن از رزینای استفاده میکنیم که کمتری میزان زردی رو میدن بهمون. این هاردنر اپوکسیه، اونم خود اپوکسی که متاسفانه زرد نیستن. امیدوارم در اینا رو درست بسته باشه. درشون رو اگر جا به جا ببندیم کاملا صفر میشه سر جاش. یه دونه دیگه دارم اینجا، این اگر اوکی بود که بود، نبود میگم که باز یه رزین دیگه پیدا کنید بیارید برام ببینیم که شاید این، نمیدونم اصلا چی از کجا اومده، فقط میدونم که رزین خیلی قدیمیه. اینا متاسفانه زرد نیست. این که ما رزین زرد نداریم دلیل نمیشه که نتونیم تکنیکو به شما واسهتون توضیح بدیم. برای از بین بردن رنگ زرد رزین اپوکسیتون، ببین بازم تکرار میکنم، زردیه خیلی زیاد نباشه، تا یه حد معمولی اگر زرد شده باشه رزینتون، حالا در این حد این یه مقدار زردی رو گرفته، درسته که شاید خیلی به چش نیاد، اما یه مقدار ناچیز حداقل زردی رو گرفته به خودش. اگر بخوام یه همچین زردی رو از بین ببرم و آینده نگری کنم واسه اینکه بعدها قطعه‌ای که با رزین می‌سازم زرد نشه، مثلا این میزی که زیر دست من یا قطعاتی که دیدید شفافیتش رو حفظ بکنه، مجبورم، چاره‌ای ندارم، مجبورم که یه مقدار ناچیز بهش رنگ جوهری سرمه‌ای، رنگ خمیری سرمه‌ای شفاف یا پودر رنگ سرمه‌ای شفاف بهش اضافه بکنم. اگه بخش رنگا رو دیده باشید متوجه میشید که چی دارم میگم بهتون، ولی در نهایت هم باید رنگ دونه شفاف سرمه‌ای به رزینم اضافه بکنم برای اینکه بتونم اون زردی احتمالیشو در آینده یا زردی که تا امروز به وجود اومده رو از بین ببرم. اگر میزان اپوکسی، میزان رنگ سرمه‌ای که اضافه میکنید زیاد باشه، رزینتون آبی میشه، سرمه‌ای میشه. اگه خیلی کم باشه زورش نمیرسه زردی رو خونسا بکنه. پس این خیلی مهمه، رزینتون رو بشناسید، بدونید که تا 2 سال آینده چقدر قراره زرد بشه که به همون میزان بهش سرمه اضافه کنید. اگه کمتر اضافه کنید دوباره قطعتون زرد خواهد شد، اگر بیشتر اضافه کنید رنگ قطعه از شفافیت و بیرنگی تبدیل میشه به یه تون آبی. من الان یه مقدار خیلی ناچیز سرمه‌ای دارم اضافه میکنم، ولی دیگه جدی خیلی ناچیز بود. به چش نیمد. اما خیلی میزان کمی دارم برمیدارم.
شاید این چیزی که الان اضافه کرده باشم حتی زیاد هم باشه. اما بعد هم زدن سعی میکنم نشون بدم بهتون. این دوتا تقریبا جفتشون رنگشون زرد. بذارید من کاغذمو زیرش بذارم. اینجوری راحت تر میتونیم ببینیم. این رزین اپوکسی رو اگر به یه شخص به تنهایی نشون بدیم هم نظره با ما که این بیرنگه. این رزین رو هم همینطور اگر به یه نفر نشون بدیم با ما موافقه که این رزین بیرنگ. کنار هم که میذاریمشون میتونیم تشخیص بدیم تا حدودی که این یکم به آبی متمایله، این یکم به زرد. اما ترجیح ما اینه که رزینمون اگر قراره رنگی باشه اون رنگ آبی باشه تا زرد. چرا؟ چون زردی نقص محسوب میشه اما آبی خیر. اینم بد نیست بدونید هر چقدر که این رزین زردتر بشه طی مدت زمانی که میگذره ازش به بیرنگی بیشتر شبیه میشه. چرا؟ چون زردیه آبی رو خونسا میکنه، این سرمه‌ای رو خونسا میکنه. چرا میگم سرمه‌ای؟ چرا نمیگم قهوه‌ای بهش اضافه کنید؟ چرا نمیگم قرمز بهش اضافه کنید؟ ما یه چرخه‌ای داریم به اسم چرخه رنگ. همونجوری که دارید میبینید قرمز، زرد و آبی رنگ‌های اصلی مونن که ما بین اینو بین قرمز و زرد رنگ نارنجی رو داریم، بین قرمز و آبی رنگ بنفش رو داریم و بین آبی و زرد رنگ سبز رو داریم. رنگایی که روبروی هم قرار میگیرن توی این چرخه حالا بهشون میگیم رنگای مکمل. این رنگای مکمل خونسا کننده همدیگه هم هستن. یعنی ترکیب رنگای مکمل با هم یه رنگی رو به وجود میاره که اون رنگ توسی هست. ما واسه اینکه رنگ توسی درست کنیم میتونیم رنگ بنفش و زرد رو با هم ترکیب بکنه و اون رنگ توسی برسیم. این توسی شدنه همون چیزیه که ما بهش میگیم بیرنگی تو نور. یعنی میگیم آقا اگر نور زرد و نور بنفش رو با هم ترکیب بکنیم بنازیم یه جا به یه نور توسی یا همون شفاف میرسیم. برای همین تو رنگا میایم از این خاصیت استفاده میکنیم. برای اینکه زردی رو از بین ببریم میتونیم بنفش اضافه بکنیم. این قضیه تو رنگ کردنمون خیلی اتفاق میفته. مثلا زمانی که ما می‌خوایم زردی یه مو رو بگیریم میایم از یه سری مواد بنفش استفاده می‌کنیم، بهش میگن رنگساز بنفش. این رنگساز بنفش زردی رو از بین می‌بره و رنگ سفید به ما تحویل میده. این اتفاق توی رزین هم میفته. ما زمانی که می‌خوایم زردی رو آب ببریم میایم بنفش اضافه می‌کنیم. حالا چرا من سرمه‌ای اضافه کردم؟ پس به خاطر اینه که رنگ شفاف بنفش همونجوری که توی ویدیوی رنگا صحبت کردیم یه رنگ ترکیبیه. رنگ دونه شفافش پیدا نمیشه یا سخت حداقل پیدا میشه و ما رنگای شفاف بنفشی که داریم ترکیب شدن، ساخته شدن توسط یه سری افراد و ممکنه رنگ دونه قرمزشون زیاد باشه، ممکنه رنگ دونه آبیشون زیاد باشه و در نهایت اون چیزی که ما میخوایم رو به ما نده، خیلی حساس باشه. این در حالیه که اگر سرمه‌ای بیایم یکم متمایل شیم، سرمه‌ای رو ترکیب آبی با قرمز، نه ترکیب آبی با مشکی رو اضافه بکنیم به رزینمون، درسته که یکم ته رنگ آبی به ما میده رزینمون، اما در عوض رزینمون صورتی نمیشه. چون اگر بنفش رو اضافه بکنیم اون بنفش رنگونش ترکیبش درست نباشه یهو رزینمون صورتی میشه. خب رزین صورتی، رزین بنفش، رزین سبز خیلی زشت‌تره از رزین آبی یا سرمه‌ای. پس ترجیحمون اینه بریم از رنگ سرمه‌ای استفاده کنیم. اما در نهایت هم کلا اگر مخلوط رزین شما رنگی باشه، رنگ داشته باشه، این زردیه رو مشاهده نمی کنید. در واقع زرد میشه قطعه، اما این زردیش به چشم شما نمیاد. مثلا اگر رنگ سفید بزنید، رنگ سفیدتون خیلی رنگ سفید جونداری نباشه، بعد یه مدت رزینتون کرم رنگ میشه. نهایت برمیگرده به این که ما ببینیم چقدر رزینی که داریم استفاده میکنیم قراره تو دراز مدت زرد بشه. اگه رزینی که دارم خیلی زرد میشه تو دراز مدت، حتی ممکنه رنگ دونه آبی که بهش اضافه کردم رو اون آبی و زرد دوباره چرخه رنگ
آبی و زرد تبدیل میشه به سبز. یعنی کاری که من امروز به عنوان آبی تحویل مشتریم دادم 6 ماه دیگه به رنگ سبز ازش تحویل میگیرم. اما اگه رزینی که استفاده میکنیم یه رزینی باشه که نسبتاً روش مطمئن باشیم، بدونیم که چقدر قراره زرد بشه و به همون میزان رنگ اضافه بکنیم بهش و رفتارش دستمون باشه، خیالمون از این قضیه و تغییر رنگ تو کارهای رنگیمون کاملاً راحته. مثلا رزین پپوکسی استفاده میکنم من، چندین و چند ساله که با این رزین کار میکنم و کاملا رفتاراشو میشناسم، میدونم چی به چیه. میزان زردیشو دیدیم خودمون، خیلی رزین قدیمی رو پیدا کردیم اما بازم همچنان بیرنگی خودشو حفظ کرده تا حدودی. خب این اپوکسی با هاردنر هم که ترکیب بشه، یک سالم که ازش بگذره اونقدی قرار نیست زرد بشه. زرد میشه اما نه اونقدی. پس با اضافه کردن یه مقدار کوچیک رنگ سرمه‌ای بهش میتونم یه قطعه بیرنگ بفروشم. با اضافه کردن سرمه بیشتر میتونم یه قطعه آبی بفروشم، ولی خیالم راحته که قرار نیست سبز بشه. با اضافه کردن رنگ سبز، قرمز، مشکی، سفید میتونم یه قطعه به عنوان مثال سفید بفروشم و خیالم راحت بشه که این قرار نیست کرم زرد شه. اگرم رنگش تغییر بکنه یکی دو درجه خیلی کوچیکه که کسی متوجهش نخواهد شد. این قضیه راجع به زردی یکم مهمه واسه همه کسایی که دارن کار رزین میکنن. سواله واسه شون اگه رزین زرد میشه پس چرا ما ازش استفاده میکنیم؟ یا کسایی که معایب رزین رو دیده باشن ویدیوشو، این سوال واسه شون پیش میاد که چجوری میشه که ما از یه ماده‌ای که اینقدر تغییر رنگ میده و کلی مشکلهای مختلف داره میتونیم استفاده بکنیم؟ این اون کاریه که خیلی راحت میتونیم انجام بدیم و جلوی زردیشو بگیریم. خیالمون راحت باشه قطعه که امروز داریم میفروشیم با قطعه 2 سال دیگه اگرم فرق بکنه خیلی فرق نمیکنه. کسی نمیتونه عیب بزرگ روی کارمون بذاره. ولی یادتون باشه اگر خواستید قطعه‌ای رو بفروشید گارانتی 100% رنگ ندید. اگه دارید رزین خوب استفاده میکنید، این نکاتی که میگم رعایت میکنید، میتونید گارانتی 98% رنگ بدید. این خیلی مهمه واسمون که مشتریمون راضی باشه. چرا؟ چون یه حرفه نوپا داریم و این حرفه نوپا ماها قیماشیم. ما داریم رشدش میدیم، ما داریم بزرگش میکنیم. اگر بد بزرگش کنیم، اگه مشتریمون رو ناراحت و با تجربه بد از پیش خودمون برونیم، اون آدم 10 منفی برای ما به ارمغان میاره و دیگر هیچ. خیلی خوبه که این ویدیوها رو دنبال میکنید. ممنونم ازتون. paranepoxy.com وبسایت ما و اینستاگرام با آدرس paranepoxy رو حتما فالو داشته باشید و میبینمتون ان شاءالله.